از داخترین مبارزات لطفاً ما یک بار کتاب با صد کودک مؤسسه ساختی؟ برو مادر جان کن برو نمیرم من میگم با دفتر بیاین باش یعنی ده اینفلوئنزا کس نیست ده اینجا ده اینفلوئنزا بیباش دشمنان را سنگر با سنگر رانم و بیرون از خاک کشور تا بر کراچیوان پیاده رو بیوزن یکیم کل شدیدم سر صدوار دمی چند رود از تلویزیون نورین یک جوان سپ تلویزیون نورین همو سرزمین پروگرام سرزمین من پخش شده واقعا نسو نادری را لوی سرموالی جلب کرد تحقیقات از این صورت گرفت آدم در راه اقصر الله اکبر این روز شار کرتا ناممکن چند بیمار مشکوک دارین شما؟ مشکوک نیست مشکوک نیست خدا را حاضر ناظر بنده و بیارن قرآن کریم اگر بایی مراجع نکره به لوحا دوان بده بازه کلی وان بده پایواند باستا خداوند راهنمایی میکنه خیشت تو شما میگه شهر شیطان میکنه دشمن زبون است هر جا که مایم علمای محققین میگن که یادم کافر است و از یهود و نصارا که در بالاتر کافر ادعای مثل تلویزیون نوین است تلویزیون با شما برادر علی این چیزم کدام ارقام خلاف کنید از داخترین مبارزات تا به رسیدن حرفای حق طلب به رهبران و رؤسای جمهور افغانستان به نام عیسی مسیح و به حق عیسی مسیح از طریق تلویزیون نورین در برنامه سرزمین من فیلم ویدیویی به دست نشر سپرده شد که در آن از فعالیت‌های تبشیری اینجوهای به نام کمک‌های کلیسای ناروی خبر می‌دادند که مشاهده این صحنه واقعا قلب هر افغان مؤمن و با دیانت را تکان می‌دهد. دستور نادری که در اثر نیروهای پلیس و لوی سالندولی از تلویزیون نورین ربوده شده رها شده و جریان برگشت زبان خودشان مشنوید و ما دستهای هر شهروند را میبوسم که دقیقا برای آزادی بیان امروز واکنش نشان دادن که تلویزیون نورین رخ داد شکایت از طرف شورا شده بود شب قانونی صاحب برم تلفن کردن از جریان خبرم کردن و ما فورا اقدام کردم و برادر که برداشته بود به وزارت داخله و تحت توقیف قرار داشت ما زدیش اقدام کردیم این حادثات در زندگی ما دیگه هم رخ میده حادثه اول هم نبود حادثه اخیر هم نخواد باشد چند وقت پیش تلویزیون نورین یک موضوع را نشر کرد ما از پشت ازمی مایک از گرداننده ازمو پروگرام که نستو نادری تشکر میکنم اظهار سپاس میکنم از محاصره تلویزیون تا به تاخت تاز حکومت بر این شبکه اما او تعداد از جوانان غیور که در تلویزیون نورین بودن این فضا را دیگر برای پلیس مهیا نساختند که اونا بتانند بتازند از ایستادگی و پایمردی تا به آخرین مدارج تحقیقاتی برای دریافت پای دشمن در افغانستان نامش پدر مادر میمانیم ولی مراقبت کننده است نیم از مؤسسات بی پردسازی زنان زیر نام خانه‌های امن گرفته تا به پرورشگاه ها و نگهداری دختران نوجوان افغانستان رئیس پدرام بود معاون یک نفر استی به نام پدرام هر دوی تان به اصطلاح از یک چی گز میزنید
معذرت میخوایم که چیکار به خاطر اینکه به خاطر اینکه نمی عمو صاد چورانه چورانه بده ببین معذرت مناظره ها بحث ها و مبارزه ها در بیانات من نه در گفته های آقای معین مرسی اینها مشمول یک دهه مبارزاتی است زیر نام مبارزات حق طلبانه شبکه رادیو تلویزیون نورین در افغانستان صحبت های وزیر صحت که بس استدعای ما از بارگاه خدای بزرگ ایست که اول اینا را هدایت بده. اگر اینا را هدایت نکنه با همین مرض H1N1 اینا را بساب بسازه که کشور از شر از اینا خلاص شد. خب آخرین واقعات اگر کسی را ایتو نشر نکرد باز ما عکس العمل شدیدتر فردا نشان میتونیم. دفتر روابط عامه کلش را برای ما ثبت کنیم. یک دهه نورین یک دهه مبارزات حق طلبی است که به منظور ایجاد جامعه سالم و شرعی و منظور داشتن فضای کاملا صلح‌آمیز برادری و برابری در افغانستان فعالیت شده است. آماده هستند در حالت قربانی خود را بودند. همین شکلی که امروز صدای مدنی خود را بالا میکنند و گوش مردم ها میرسانند که ما زنده هستیم که مثلا شما نمیتونید که مثلا در فرهنگ ما دستاندازی بکنید در دین ما دستاندازی بکنید اما در او وقت هم اماده هستند که از هر حالت خود دفاع بکنند. اینک بران شده ایم تا 10 سال نورین یا 1 دهه نورین را برای بینندگان عزیز به نشر بسپاریم تا باشد آنان بتوانند کتاب دقیق مکتب نورین را بخوانند برنامه 1 دهه نورین تمامی مبارزاتی که در ظرف 10 سال از طریق این تلویزیون انجام پذیرفته اند اولین بخش آن نشر خواهد شد امید است ما را دنبال کنید. دنیا بود نادر شایه هستی تو آزادی را رهبر خواهی هستی تو آزادی را رهبر خواهی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان امروز که با صلابت از آزادی و با رشادت از مجاهدت و شجاعت که امروز در برگه‌های زرین تاریخ خودش درج دارد در نهایت امرش خون مجاهدین نبردهای نابرابر و فرسایشی افغان انگلیس و خون مجاهدین سرآغاز نهضت اسلامی تا به اینک هست همین اکنون هم هستند کسانی که سلاح حقانیت بردوش و تحرک مجاهدت در پیش برای افغانستان میاندیشند که در آن تبعیض قومگرایی نباشد و افغانستان بر محور وحدانیت خداوند و اتحاد اقوام به پیش برود بنابراین خون شهدا در افغانستان لاله‌زارهایی است که در این سرزمین می روید و آرمانهایی است که بر فرزندان غیور با غیرت با ناموس و شجاعت این سرزمین القا می کند بر این شدیم که 1 دهه نورین تلویزیون نورین را و این برنامه کاملا تحقیقاتی که طی 1 ماه تحقیقات و گردآوری تمام دستاوردهای این شبکه را در ظرف 10 سال ایستادگی با نبرد سهمگین و فرسایشی نرم که از سوی طاغوت بر ما روا داشته شده است و اینک که آن به مثابه دستاوردی از مردم افغانستان که بر شما نشر می شود این برنامه و این رشادت ها و مجاهدت ها و ایستادگی ها را
اینک با افتخار بلند همچون پامیر و اسپینخر بر روان پاک مردان شجاع و مبارز افغانستان، بر روان پاک آزادگان گمنام، شهدای گمنام و سپاهیان گمنام افغانستان تقدیم میکنیم تا باشد این کار آزادی بخش و در نهایتش حق طلبانه و عدالت گستر بتواند هدیه بر راه مقدس آنان باشد. برادر مجاهد شما الحاج محمد عارف نوری، بنیادگذار دبیر کل تأسیسات نورین و مکتبخواری مسعود در افغانستان، شما را بر یک ده نورین خوش آمدید میگوییم و فعالیت های خستگی ناپذیرانه گروه تحقیقاتی این شبکه را بر آنان خسته نباشید گفته مبارکباد میگوییم. این که خبرنگاران انقلابی ما توانستند در میدان جنگ نابرابر انقلاب عدالت گستر از خیش نشان دهند. قابل توجه تصاویری که در پی می آیند بدنه نخستین برنامه از برنامه یک ده نورین شبکه رادیو تلویزیون جهانی نورین است. بجز از صداهایی که شما در نمایی سبز رنگ تماشا می کنید که معلوماتی بر وضعیت آن زمان است، دیگر تصاویری که برای شما نشر می شود تصاویری است که از آن زمان از آرشیف استیدیوی از آرشیف رسانه نورین گردآوری شده است. این آفتی که در پی می آید سرآغاز آن در سال 2013 بوده است. تماشا کنید و اینجا برای بیننده ها مشخص خواهد شد در آن شب و روز کدام رسانه ها این فضا را تشویق و کیها در مقابلشان ایستاد شدند. برای شما برنامه یک ده نورین را پربار می خواهیم. خوش آمدید.